فیلم جنجالی دیگر جشنواره فیلم زیبای خفته است با شرکت امیلی براونینگ در یک نقش انتقادی و سکسی. در این فیلم از کارگردان فیلم اولی جولیا لی، امیلی براونینگ دختر دانش آموزی است به نام لوسی که برای پول تن فروشی می کند و وارد جهان غریبی می شود که برهنه و نیمه هوشیار از مواد مخدر در معرض دید مردهای سالمند قرار می گیرد که بدن برهنه او را دستمالی می کنند. نمایش زیبای خفته در جشنواره کن از این نظر اهمیت داشت که بعد از مولان روژ از باز لورمن 10 سال بود که استرالیا در جشنواره کن نماینده‌ای نداشت و همین هم حضور کارگردان برجسته استرالیایی خانم جین کمپیون رو توجیه می‌کند روی فرش قرمز در کنار امیلی براونینگ 22 ساله و جولیا لی و دیگر دستندرکاران فیلم زیبای خفته. علاقمندان سینما خانم براونینگ رو از فیلم لمونی اسکینت به یاد می‌آورند که اونجا نقش دختر بچه‌ای رو بازی می‌کرد در کنار جیم کری. امیلی براونینگ میگوید لوسی دختر منفعلی است که شاید هم کمی نهیلیست باشد، ولی از اون آدم‌هایی است که کنترل زندگی خودشون رو میدن به دست نیروهای خارج از خودشون و فیلم زیبای خفته درباره انفعال این دختر است که چنون از دست در می‌رود که سرانجام لازم می‌شود راهی برای بازگشت به جهان برای خودش پیدا کند. فیلم زیبای خفته برداشتی امروزی و هولناک است از یک قصه شاه پریان که در اون این بازیگر 22 ساله استرالیایی امیلی براونینگ دستاویز رویاهای جنسی مردهاست. این فیلم هم به خاطر برداشت فمینیستی که از روحیات جنسی مردها عرضه می‌کند در جشنواره کن با اعتراض شدید روبرو شد. رمان نویس جولیا لی که حالا کارگردان سینما شده میگوید رابطه شخصی او با زیبای خفته کابوسی است که همیشه داشت که برهنه جلوی دوربین قرار گرفته و میگوید ما در خواب خیلی آسیب پذیر هستیم و جالب است که نصف زندگی ما در این حالت آسیب پذیر میگذرد و بیدار میشویم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. در میان فیلم‌های امسال جشنواره که به خصوص در نمایش برهنگی و اعمال جنسی بی‌پروا هستند، فیلم زیبای خفته هم به خاطر بی‌پروایی جنسی و صراحت بیان هنرمندانش توجه‌ها را به خود برانگیخت. امیلی براونینگ میگوید لخ شدن جلوی دوربین اول برای او کمی هول‌انگیز بود، ولی میگوید لخ شدن در صحنه فیلم زیاد هم بد نیست چون راحت هست برای او پنهان شدن زیر پوسته یک شخصیت داستانی و فکر می‌کند خودش نیست که جلوی دوربین لخ شده.